طرز تهیه خوشمزه ترین آب گوشت سنتی در منزل. مواد لازم: گوشت گوسفندی ترجیحاً سردست و گردن 700 گرم، دنبه 1-2 تکه، نخود 1/3 پیمانه، لوبیا سفید 1/3 پیمانه، پیاز خرد شده 1 عدد، گوجه فرنگی 1 عدد، سیب زمینی 2 عدد، چوب دارچین 1 عدد، رب گوجه فرنگی 2 قاشق غذاخوری پر، پودر زردچوبه 1/2 قاشق چایخوری، پودر فلفل سیاه 1 قاشق چایخوری. ابتدا نخود و لوبیا رو از شب قبل خیس کرده و کنار بگذارید. داخل قابلمه و یا ظرف مورد نظرتون که من از ظرف سفالی استفاده کردم، آب رو ریخته و اجازه بدید آب به جوش بیاد. بعد از اینکه آب به جوش اومد، تیکه های گوشت رو داخل آب ریخته، همچنین دنبه رو اضافه کرده، چوب دارچین رو اضافه کنید، پیاز خرد شده رو اضافه کنید، گوجه فرنگی رو از وسط برش بدید و اضافه کرده و درب قابلمه رو گذاشته و اجازه بدید برای 45 دقیقه گوشت نیم پز بشه. بعد از 45 دقیقه آب نخود لوبیا رو گرفته و نخود و لوبیا رو به قابلمه اضافه کرده و درب قابلمه رو گذاشته و اجازه بدید تا نخود و لوبیا کاملا به همراه گوشت پخته بشن. بعد از اینکه گوشت و نخود لوبیا کاملا پخته شدن، قابلمه رو از روی حرارت بردارید. چوب دارچین رو از قابلمه خارج کرده و دور بندازیم. سپس در کاسه جداگانه تیکه های دنبه رو از داخل قابلمه آبگوش خارج کرده و اضافه کنید. همچنین حدود 2 قاشق غذاخوری از نخود لوبیا پخته شده رو به داخل کاسه اضافه کنید. همچنین 2 قاشق غذاخوری از آب آبگوش رو نیز به کاسه اضافه کرده. سپس رب گوجه فرنگی و زردچوبه و پودر فلفل سیاه رو به کاسه اضافه کرده و تمام مواد رو با گوشتکوب بکوبید و له کنید. سپس مواد له شده رو به قابلمه آبگوش اضافه کرده و مخلوط بکنید. سیب زمینی ها رو به 4 قسمت تقسیم کرده و به قابلمه اضافه کرده. نمک رو به میزان لازم اضافه بکنید و مقداری مخلوط بکنید. سپس قابلمه رو به روی حرارت برگردونید. حرارت رو ملایم کرده، درب قابلمه رو گذاشته و اجازه بدید تا کاملا سیب زمینی ها پخته بشن. بعد از پخته شدن سیب زمینی، آبگوش آماده سرو هستش و آبگوش رو از روی حرارت بردارید. دوستان، آبگوش در ایران به طرق بسیار مختلفی درست میشه. بستگی به مناطق مختلف ایران هر کدوم روش خاصی برای پخت آبگوش دارن. ولی این آبگوش بسیار خوشمزه و ساده هستش که میتونید به راحتی در منزل درست بکنید و لذت ببرید.